فصل سوم پاپی پلی تایم تعداد زیادی آپدیت جدید رو با مجموعه از محتوای جدید منتشر کرده برخی از پیام‌های مخفی جدید که در تریلرها پنهان شدند هنوز کسی پیدا نکرده اطلاعات و نظریه های جدید بیشتر در مورد اسمایلینگ کریترز های ریمستر فصل دوم و حتی شایعات و آپدیت های بیشتر درباره اینکه هاگی واگی در فصل سوم برمیگرده یا نه پس در ادامه ویدیو با من همراه باشید سلام رفقا من محمد امین از فارسی گیم تی وی هستم لطفا ویدیو رو لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید حالا بریم سراغ ویدیو با شروع فصل سوم در توییتر توسعه دندگان پاپی اونا اخیرا چند هنر مفهومی متفاوت برای خانها بر اساس اسمایلین کریترز داگدی و کتنپ ارسال کردن و با نگاهی به داگدی اول میتونیم ببینیم که اون چند رنگ مختلف از خونه داره که همگی تقریبا شبیه نسخه نهایی که در کارتون اسمایلین کریترز دیدیم و اونا حتی بعضی از هنرهای مفهومی رو برای خانه کتنب به ما نشون دادن که قرار مثل یک پست به نظر برسه و خونه کوچیک اون حتی چند گوش گربه در داره که فوق العاده جالبه به گفته توسعه دهندگان دلیل وجود این خونا به این دلیل که در ابتدا یک دهانه کاملا متفاوت در کارتون اسماعیل کریترز وجود داشت که قرار بود شامل همه خانهای مختلف کریترز باشه و در واقع در حالی که اونا از اون زمان این توییت رو حذف کردن حتی مفاهیم هنری بیشتری رو برای همه خانه های اسمایل کریترز از جمله خونه هاپی هاپسکات که به نظر یه حویج به نظر میرسه احسال کردن چون اونها یه خرگوش هستن چیکن چیکن که شبیه مردونی کوچیکه کرافتی کونس که شبیه قلعه است بابی بیر هاکس که شبیه کندو اصله و خرسا به اصل علاقه دارن پیگی پیگیز انباری با گله چون اونا خوک هستن و در نهایت خونه بوبا بوبافین یه کلبه طبیعی کوچیکه چون اونا یه فیل هستن اینا همه محتوای برده شده از کارتون اسمایلی کریترز هستن من واقعا طرح همه اونا رو دوست دارم و امیدوارم که شاید اونا بتونن به نفی در فصل سوم راه خودشونو پیدا کنن اما من شک دارم اخیرا در بعضی از آپدیت های جالب اسماین کریترز شخصی در سرور دیسکورد از توسعه دندگان پرسید که نظر اونا در مورد شخصیت هابی هابسکات چیه که پاسخ کمی آزاردهنده اما قابل تحملی دریافت کرد این واقعا یه ای آپدیت نیست چیزی که برای من در این مورد عجیب بود اینه که ما از توسعه دهندگان شنیدیم که قبلا درباره چندین اسماعیل کیرترز دیگه و شخصیت اونا صحبت کردن به عنوان مثال گفتن برخی از شخصیت ها هستن که ما از اونا متنفر میشیم در حالی که برای بعضی دیگه مثل پیگی پیگی اونا گفتن که طرفدارانی که پروفایل های خود رو در مورد اونا ترپندی میکنن به دلایلی از این کار پشیمون میشن و این نشون میده که خارج از کارتون اسماعیل کیرترز همه قرار از این شخصیت ها در فصل سوم نوع حضور و شخصیت داشته باشن شاید نسخه های هیولای اونا بتونن مثل داگ با ما صحبت کنن یا شاید قسمت های بیشتری برای خود کارتون اسماینی کرتز وجود داشته باشه در همین حال جوان گذشته ما یه رسمی برای فصل اول دریافت کردیم که گرافیک رو بهتر کرد و برخی از اشکالات رو برطرف کرد که خیلی خوب بود با این حال از اون زمان مردم به این فکر میکردن که چه زمانی یا آیا فصل دوم یه ریمستر خودش رو دریافت میکنه یا نه در واقع شخصی از توسعه دندگان در مورد یه ریمستر برای فصل دوم سوال کرد و پاسخ داد که به زودی عرضه میشه تایید میکنه که روی آپدیت در حال کاره و حتی گفتن که شامل برخی بهبودهای جدید بازی رفع باک و بومی سازی بنابراین انتظار داشته باشید که ظرف چند هفته یا چند ماه آینده شاید نه تا زمان انتشار فصل سوم اتفاق بیفته اما در هر صورت فوق العاده هیجان انگیز میشه به علاوه به تازگی در آپدیت پاپی پلی تایم مانسر ان که اخیرا در اون بازی منتشر شده افسوده جانبی دیگه به مجموعه پاپی اضافه شده و کیسی میسی و یه نوع اسکین هاگی اضافه شده خبر بعدی در چند هفته گذشته است توسعه دهندگان بالاخره فصل اول پاپی پلی تایم رو, رو روی نینتندو سویچ و پلیستشن قرار دادن و اونا رو به اولین کنسول های تبدیل کردن که بازی رو دریافت کردن اما در مورد افرادی که در ایکس باکس بازی میکنن چی؟ خب توسعه در واقع بیانیه‌ای در رابطه با این موضوع دادن و گفتن که ما با ایکس باکس در رابطه با برخی شرایط خاص برای آپلود بازی مشکل داریم ما سعی می‌کنیم اون رو در اسرع وقت راه اندازی کنیم اما ممکنه دیرتر انجام بشه متاسفیم همچنین میگن که نسخه ایکس باکس تموم شده اما اونا به دلایلی هنوز نمیتونن اون رو آپلود کنن به این معنی که بازی در واقع در مقطعی در آینده به ایکس باکس هم میاد فقط احتمالا برای مدت زمانی مناسبی نخواهد بود با این حال حداقل در جنبه مثبت با عرضه کنسول بازی توسعه دندگان نسخه جدیدی از کنسول بازی فصل اول رو از چند سال پیش منتشر کردند که موقع تماشا به سادگی شبیه نسخه ارتقا یافتهتر از تریلر اول به نظر میرسه با این حال چیزی که این موضوع رو جالب میکنه اینه که متنی که در پس زمینه تریلر میبینیم تا حدودی تغییر کرده چون در فریم میتونیم متن رو در پس زمینه ببینیم که مواردی مثل هاگی به فروشگاهی نزدیک شما میاد کارمند های مورد علاقه جدید شما همه کسانی رو که به اون نیاز دارن در آغوش میگیره و کارخونه پلی تایم بارها و بارها بدون هیچ مصالحه ای هی نوآوری میکنه اما در طول چند صحنه آخر تریلر مذکور یه دسته از مت در پشته که فوق العاده بریده و گیج کننده است اما موقع نگاه کردن و تجزیه و تحلیل تمام این مت در حالی که بسیاری از اونا گم شدن تقریبا در صورت جای خالی جای خالی ذخیره سازی به ادامه به جای خالی همه تصمیم ها ایمن هستن، جای خالی به طور تقریبی آمده سازی کارکنان رو پررنگ میکنه جای خالی لطفا توجه داشته باشید که انجام این کار در هیچ نقطه منجر به این نمیشه که جای خالی پلی تایم کو مسئولیتی در قبال استفاده نادرست جای خالی یا تجهیزات شرکت نداره به جای خالی مسیر مورد نظر نگه داشتن جای خالی بنابراین 50 درصد این پیام کاملا خالیه اما توجه داشته باشید که این موارد به مواردی مثل ذخیره سازی بی تسمه و نوع راهنمای آموزش کارمندان اشاره میکنه که به نظر همه این موارد به نوارهای محدود کسی میسی VHS در سال گذشته ایجاد داده شده که نشون میده یه راهنمای آموزش کارمندان باشه بنابراین شاید این پیام خالی میتونه پوشه و ساخته شه تا نوع پیام در آینده مربوط به ذخیره سازی بی یا حتی ممکنه سرنخی از چیزی باشه که در فصل سوم میبینیم نمیدونم اما اگه به تکالیف پاپ پلیتایم نیاز دارید سعی کنید همه این جاهای خالی رو پر کنید در حال حرکت اخیرا مجموعی از آپدیت ها درباره فصل سوم ارائه شده که احتمالا قبلا دیدید مثل تاریخ انتشار تریلر فصل سوم لورفته در دوازدهم ژانویه و حتی این عکس لورفته از هایی واگی در فصل سه اما من میخوام کاملا روشن کنم که همه اینا کاملا جلیان و هر حساب توییتری یا حتی ایجاد کننده محتوا که این تصاویر رو به عنوان واقعی منتشر میکنه کاملا دروغه و سعی داره شما رو فریب بده تا با هم تعامل کنید و با توجه به اینکه اخیرا چیزهای جعلی زیادی در اطراف فخش شده. در حال حاضر فقط پیشنهاد میکنم حساب های ماب رو دنبال کنید تا مطمئن شید همه چیزهایی که دریافت میکنید رسمیه اما در مورد اون از جنبه مثبت ما در واقع به یکی از بزرگترین سوالاتی که در مورد پاپی پلی تایم تا کنون داشتیم پاسخهای کوچیکی دریافت کردیم که چه اتفاقی برای هایی واگی افتاده از اونجایی که بعد از سقوط بزرگ خود در فصل یک اون بارها در بازی ها برگشته به خصوص با فصل سوم و تیزرهای جدید از جمله جایگاه خودش در تریلر گیم پلی به عنوان مدل جدید بنابراین خارج از چیزای جری چه اتفاقی میافته خب اخیرا یکی از توسعه دندگان پاپی در طی بحثی در سرور دیسکورد خودش پست کرد و گفت که بیشتر سوالات شما در فصل سوم پاسخ داده میشه که همین حالا من رو امیدوار میکنه که بعضی از پاسخها دریافت کنیم چون همونطور که گفتم بزرگترین سوالی که ما به دنبال پاسخ اون هستیم اینه که هاگی کجا رفته بنابراین ظاهرا این تایید میکنه که ما پاسخهایی را در رابطه با هاگی و توسعه دهندگان دریافت میکنیم خوب یا بد حتی وقتی کسی در مورد هاگی شوخی کرد جایی که توسعه دندگان پاسخ دادن اون مرده اوه که تحلیل بیشتری رو میطلبه اما به نظر من اگه چیزی وجود داشته باشه این میتونه به این دلیل باشه که توسعه دندگان کمی به ما اشاره میکنن که هایی مرده حتی توضیح دادن گفتن نمیدونم اون سقوط از فصل اول خیلی سخت به نظر میرسید بنابراین پاسخهای امیدوار کننده از سوی توسعه دندگان نیست اگرچه صادقانه بخوام بگم من این رو به عنوان هیچ نوع تاییدیه جدی نمیپذیرم چون شک دارم که توسعه دندگان چیزی به این بزرگی رو در متن تصادفی دیسکوت فاش کنن پس این رو پای شوخی بذاره چون ممکنه میتونه باشه اگرچه با این موضوع در تناقضه اما هنوز شواهد زیادی وجود داره که نشون میده اون در فصل سوم حضور داره مثل حضورهای متعدد و قبلی اون یا این واقعیت که عبادتگاهی که تمام اسباب بازی ها از جمله مامی لاگریز و از فصل دوم در خود داره حتی هاگی هم نداره این کوچولی در اینجا وجود داره که کوچیکتر از پیجی هستش بنابراین اون بیگر بادی از فسیش نیست به این معنی که اون یا مرده و توسط پروتوتاپ جانوری نشده یا حتی از ابتدا نمرده اما نظرات خودتون رو در نظرات زیر با من درمیون بذارید. آخرین خبر در حین ساختن این ویدیو اینه که اخیرا توسعه دندگان شروع به فعال شدن دوباره در رسانه های اجتماعی کردن که نشون میده تعطیلات زمستونی اونا به پایان رسیده و بنابراین از اونجایی که ما به طور قطع میدونیم که تریلر فصل سوم حد اکثر تا سه هفته قبل از پایان ژانویه منتشر میشه این به این معناست که همونطور که هر فرد دیگه در جامعه حد زده باید منتظر نوعی آپدیت در اینجا باشیم همونطور که در ویدیوی دیگه اشاره کردم احتمالا این زمانی که تاریخ انتشار رسمی نهایی رو دریافت میکنیم خب رفقا ازتون ممنونیم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از, از دست ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید